خب جشنواره امسال با بمب خبری در واقع آغاز شد. خیلی رسانه ها رو در یک روز اول دو روز اول به خودش مشغول کرد با زاویه های مثبت و منفی از مراسم افتتاحیه تا اکران ها. روز اول یه جا به جایی های در اکران بود، میگم اینا رو مفصلا دیگه خوندید، اما ما به یک فیلم خاص خواهیم پرداخت با حضور منتقد محترمی که روبروی من هستن، نویسنده مجله معتبر فیلم و همینطور کارشناس سینما خانم اعتمادی. سلام، صبح بخیر، خیلی خوش آمدید. سلام، صبح بخیر، سلام به شما و همه بینندگان عزیز برنامه حالا خورشید. امیدوارم که این دقایقی که قرار در خدمتتون باشم مفید باشه. امیدوارم من هم. شما هر روز پیگیری میکنین جشنواره؟ بله. همه فیلم ها رو دیدی؟ تقریبا. خب چه خبره کلن از نگاه یک منتقد جوان، بفرمید که چه خبره در جشنواره؟ جشنواره که خوبه، فیلم ها هم تقریبا مثل هر سال فیلم های خوبی رو شاهدش هستیم. البته مثل هر دوره از جشنواره، مثل دهه 60 مثل دهه 70 که جشنواره همیشه پرفروغ بوده، فیلم ها رده بندی دارن به هر حال، ضعیف، متوسط، خوب و خوبتر یا خیلی خوب. قطعا ما هم تو این دوره از جشنواره شاهد فیلم های خوب خواهیم بود. این جمله معنیش اینه که تا الان فیلم خیلی خوبی ندیدی در جشنواره؟ الان خیلی زوده برای قضاوت، چون ما تقریبا تا دیروز که 3 روز از جشنواره گذشته بود تعدادی از فیلم ها رو دیدیم و هنوز خیلی از فیلم ها مونده. ما همیشه توی جشنواره منتظر شگفتی ها هستیم، منتظر استعدادها، منتظر چیزایی که توقعشو نداریم و فراتر از انتظارمونه. هنوز اون انتظاره برآورده نشده تو این دو سه روز؟ یه شگفتی ببینین در جشنواره بگیم آه. برای من به شخص نه، بگم که فیلم شاهکاری دیدم نه، ولی خب فیلم های خوب بودن، فیلم های استاندارد و خدا رو شکر سینمای ما داره به سمتی میره که الان فیلم ها همه دارن به یک رده استانداردی میرسن، دیگه کمتر فیلم ضعیف میبینیم. استاندارد یعنی... به جهت فرم میفرمایید یا محتوا، یعنی به سبب تکنولوژی نمیدونم جلوه ویژه یا به سبب محتوا هم به همچین جنبندی رسیدیم؟ ببینید آقای رشیدپور، خوشبختانه به لحاظ فنی سینمای ما خیلی خوب پیشرفت کرده، یعنی شاید در بعضی از فیلم‌ها ما بتونیم با استانداردهای جهانی در واقع خودمون رو مقایسه بکنیم و تقابل بکنیم. جلوه ویژه؟ جلوه ویژه و همه فنی، فیلمبرداری، صدا برداری، موسیقی. فیلمبرداریامون خیلی خوب شده. بله، کارهای تکنیکی، یعنی ما صحنه‌های جنگی رو الان دیگه خیلی طبیعی‌تر می‌بینیم حداقل. همه این اتفاقا مثلا تنگه ابو غریب سال قبل بله. چقدر شگفت انگیز بود. بله. یا به وقت شام جلوه ویژه‌اش خیلی جذاب. بله. من هنوز فیلم شبی که ماه کامل شد رو بله فیلم خانم آبیا رو ندیدم، ولی شنیدم که جلوه‌های ویژه و به جهت تکنیکال خیلی فیلم قوی هست. البته باید دید، نمیشه قضاوت کرد. امروز اکران میشه شبیه دوستان... که ما کامل بله. شد. نه فردا شب پردیس سینمای ملل. راجع به ریگیه گفتم. بله. اتفاقا مردم سیستان و بلوچستان هم پیام نوشته بودن برای ما که چرا این فیلم در استان ما اکران نمیشه، ما حقمونه که ببینیم این فیلم رو. نمیدونم چرا، شما دلیلش رو میدونین؟ والا نه، دلیل خاصش رو که نمیدونم، ولی خب منتظر واکنش آقای داروغ‌زاده یا آقای نجفی مدیر روابط عمومی جشنواره. آره پرسن راستم میگم، میگه اگر راجع به استان ماست و راجع به ریگی و یا عوامل فیلم حداقل، چون شنیدم عوامل فیلم هم در جریان قرار گرفتن ولی هنوز واکنشی نشون نداد. خانم اعتمادی، بین فیلم‌های دو سه روز گذشته من از زبان خیلی از منتقدان شنیدم راجع به تختی نظرها مثبت‌تر بود. بله نظرها متفاوته. به هر حال تختی بحث برانگیزترین فیلم این روزهای جشنواره بود. چرا؟ شاید با کیفیت ترین نباشه ولی بحث برانگیزتر بود به جهت اسم کارگردان که پشتشه و سوژه‌ای که انتخاب شده. بله بهرام توکلی به هر حال تجربه های موفقی داشته، تمام فیلم هایی که کارگردانی کرده نسبتاً موفق بودن، اینه که توقع از ایشون بالاه و به هر حال سوژه‌ای که انتخاب کردن سوژه مهمیه. تا حدودی هم میتونم بگم که نظر شخصی ما اگر بخوام اعمال بکنم میتونم بگم که موفق بودن. من جز مخالفان فیلم نیستم ولی جز موافقان دو آتیشه فیلم هم نیستم. این نمره قبولی میدین بهش؟ از قبولی که بله 100% بالاتر. بله نمره خیلی خوبی میگیره، فقط به این جهت که چون تختی یک سوژه‌ایه که در واقع میتونیم بگیم سوژه سخته، چون ما دست گذاشتنمون روی شخصیت‌ها یه مقداری برای سینمای ایران سخته، چون ما مناسبات و چارچوب‌هایی داریم وقتی که می‌خوایم به یک شخصیت بپردازیم، در واقع ملاحظات اخلاقی،
احتیاطهایی که داریم اینا دست و پامون رو میگیره، در صورتی که توی سینمای دنیا این اتفاق نمیفته. خیلی بی پروا میپردازم به یه شخصیت. آخه اینجا ببین بلافاصله ممکنه طیف عظیمی از بیننده گارد بگیره، چون با یک ذهنیت‌های مثلا از سختی داره زندگی میکنه. شاید برای اون کارگردان خیلی نزدیک شدن به شخصیت تختی سخت باشه. با توجه به شناختی که من دارم خیلی بعید میدونم بیننده با دیدن غلامرضا تختی فیلم آقای توکلی گارد بگیره نسبت به این فیلم، به خاطر اینکه خیلی در واقع میتونم بگم روی خط و ساده همون چیزی که همه ما شنیدیم و روایت میکنن. اگر جزئیاتی درش دخیل بود، جزئیات بیشتر از این درش دخیل بود، اون موقع شاید گارد میگرفت بیننده. میگم این همون جانب احتیاطه که معمولا کارگردانای ما برای انتخاب یک سوژه رعایت میکنن. مثلا در سینمای دنیا اگر قرار باشه که یک بیوگرافی از یک شخصیت بدیم یا یک مستندی از یک شخصیت ارائه بدیم، جزئیاتش هم بررسی میشه. برای مثال اگه ما قرار باشه از گاندی یک فیلم بسازیم، اینکه گاندی حالا هند رو از زیر یوغ استعمار انگلیس نجات داده برای ما مهمه، این کارو کرده، ولی اینکه چه تأثیری بر محیط پیرامونش گذاشته این خیلی میتونه مهمتر و جذابتر باشه. کرده مناسبات شخصیش چی بوده، خانواده‌اش چیکار می‌کردن. بله، به جهت تأثیر اجتماعیش الان مد نظرمه، چون توی فیلم تختی هم ما تأثیر اجتماعی تختی رو می‌بینیم. یعنی کارگردان به عنوان نویسنده که البته با سعید ملکان این فیلم رو نوشتن، خود آقای توکلی هم پس بله، قلم سعید ملکان گرامی و آقای توکلی این فیلم نامه رو نوشتن، تلاش کردن که در واقع تاثیر تختی بر جامعه رو بررسی بکنن، ولی به نظر من تا حدودی تونستن موفق باشن. یعنی ما کمک کردن تختی به ایتام، گرفتن دست نیازمندان، یه گوشه‌ای از مشکلات رو حل کردن رو می‌بینیم، ولی اینکه چه تأثیری بر روی اونا گذاشتن، آیا کسی رو علاقمند کردن به کشتی یا اینکه خیلی چیزای دیگه. شما منتقدا آدمای عجیبی هستین، مثلا از یک کارگردان حتی توقع همه چیزو دارید، یعنی همه این کارا رو بکنه، تأثیر اجتماعی رو نشون بده، به روابط خانوادگیش حتما اشاره بکنه، حتما فلان حتما. خب دیگه حالا همین که نمره بیش از قبولی میدین خودش خوشحال باشیم. پس این بحث انتقاد و منتقدان نیست آقای رشیدپور، بحث اینه که ما وقتی که میایم سینما دوست داریم که زوایای شخصیتی که کاراکتری رو ببینیم که در موردش همیشه، یعنی شخصیت معاصر و مهم ما بوده و در موردش همیشه صحبت بوده، دوست داریم برای کسایی که تختی رو نمیشناسن چیز جدیدی ارائه بشه، وگرنه تو ویکی‌پدیا اینترنت همه اینا میشه سرچ کرد و این اطلاعاتو به دست آورد. حالا اینکه همه زوایای شخصیتی زندگیش باشه یا مثلا تاثیرش کامل باشه اینو قطعا نمیخوایم، ولی به هر حال به قول خارجی ها 50-50 دیگه، 50% از این 50% از اون که بتونه یکم فیلم رو جذاب‌تر بکنه و کامل‌تر. نه من میگم البته امسال ندیدم فیلمی رو که الان منم اظهار نظر کنم راجع به تختی، اما شنیدم که مثلا در حوزه تصویر بر فیلم برداری فوق‌العاده است فیلم. بله. دکوپاژ فوق‌العاده جذابی داره. یعنی میگم این مثبت‌ها رو هم ببینین، همش میان جلوی دوربینا ضد حال می‌زنن به ملت. من الان تعریف کردم، من تعریفی نشنیدم اصلا. گفتم به لحاظ فنی به لحاظ فنی تخت خیلی فیلم خوبیه. کار آقای حضوری عبیانه به عنوان فیلم بردار بی‌نظیره، سعید ملکان گرامی به عنوان گریم واقعاً کارشون بی‌نظیره. یه نکته‌ای هم در مورد گریم بگم، سعید ملکان کارش رو به نظرم بی نقص انجام داده، مثل تنگه ابوقرای و روز به روزم داره بهتر و بهتر میشه، ولی چیزی که الان اتفاقا توی تختی مد نظره اینه که ما همیشه باز به لحاظ همون ملاحظاتی که داریم و همون احتیاطهایی که میکنیم، یعنی چیزی که چارچوبی که در واقع توی ذهن مخاطب جا افتاده، سعی میکنیم که بریم سراغ بازیگری که شبیه ترین صورت و قیافه و بدن رو به کار گریم راحت تر باشه، به نه الان میگم خدمتتون، به شخصیت اصلی داشته باشه. بعد شروع میکنیم گریم های سنگین کردن برای اینکه اینا رو خیلی نزدیک تر بکنیم که مخاطب بپذیره. ولی ما در سینمای جهان خیلی شخصیت های مهمی رو داشتیم که هیچ وقت نرفتن سراغ پیدا کردن یک بازیگر خیلی شبیه. مثلا هنری هشتم یک پادشاه چاق موقرمز کوتاه بوده، ولی ما میایم میبینیم که توی فیلمی اریک بانا با اون قد بلند و موهای مشکی و حالا اصلا شمایلی که اصلا به هنری هشتم شبیه نیست، میاد و نقش هنری هشتم رو بازی میکنه. یعنی میخوام بگم آخه قیاس تو ملفارقه،
یعنی به هنری هشتم رو خیلی از مخاطبان معاصر ندیدن و نهایتاً در یک کتابی چیزیه. چیزی که الان به حضور الان به ذهن من رسید، حضور ذهن داشتم، ولی قطعاً این اتفاقی که میگم خیلی میفته، برای اینکه بازیگرایی که اصلاً شبیه نیستن ما میاریم، یعنی اونا میارن در واقع و نقش رو بازی میکنن، بیشتر به توانایی بازیگر نگاه میکنن و نوع روایت، ولی ما مخاطبانمون عادت کردن به اینکه حتماً بازیگر باید شبیه نقش باشه. این اصلا جزو خاصیت فرهنگی ماست، یعنی دنبال شبیه حتی در مناسبات خانوادگی هم میگردیم، چه برسه که در پرده سینما طبیعیه که علاقه داشته باشیم فیلم های چیز چهره شبیه ببینیم، ولی فیلم های بزرگی هم در راهه. مثلا من شنیدم که این ماجرای 23 نفر ماجرای نیمروز رد خون، ماجرای نیمروز هم نه، اون 23 نفر یه چیز دیگه، ماجرای نیمروز یا شما بگید همین شبی که ماه کامل شد، مسخره باز. مسخره باز چطور بود؟ مسخره باز اکران نشده هنوز، هنوز تو سینمای پردیس ملت اکران نشده. اگر نخوام که داستان رو لو بدم، کسانی که طرفدار همایون غنی‌زاده و نمایشاش باشن قطعا کار رو خواهند پسندید. یه کار خیلی نو، شاید یکم فانتزی، با یک دنیای یک کمی عجیب و غریب. جناب آقای نصیریان فوق‌العاده است. آقای همه بازی ها توی فیلم واقعا فوق‌العاده است. من فیلم رو خیلی پسندیدم. دیگه بیشتر از این توضیح ندم تا اکران بشه. بله. متشکرم از لطفتون. همین می‌خواستیم ببینیم که کلاً چه خبره. تو این 3-4 روز به ما کمک بکنید که فیلم‌های خوب رو یه بازخوانی بکنیم ببینیم چه اتفاقی. خیلی متشکرم از محبتتون. این بخش 4-5 روز به موازات جشنواره فیلم در حالا خورشید پخش خواهد شد. اینجا تهران، مجله بامدادی شبکه 3 تلویزیون.